الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. درس امروز ما در شرح صحیح بخاری درس 48 هست، کتاب ایمان شرح حدیث 12 که عنوان بابش همین بود که اطعام الطعام من الاسلام، دادن غذا به اونی که میاد و از تو غذا میخواد یا نیاز داره و تو متوجه نیازش میشی از خصال اسلام و صفات اسلام هست. اون کسی که ادعای پیروی اسلام رو میکنه باید این گونه باشه. امروز در شرح این حدیث هستیم و در واقع ما سند و متن حدیث رو قبلا خوندیم و سندش رو مورد بررسی قرار دادیم، حتی لطایف سندی رو هم بحث کردیم. به همین علت به شرح حدیث میپردازیم و اون هم حدیثی است که این گونه میفرماید: ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم، یه مردی سوال کرد از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام، این مرد کی بود؟ چه کسی بود این سوال رو کرد؟ در بعضی از روایات گفته شده است که ابوذر غفاری رضی الله عنه بوده است، و اما حدیث در واقع مبهم هست، در اینجا اسم این شخص رو نگفته و ابهام در این نقطه خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه. گاهن در سند اگر ابهامی وجود داشته باشد مشکل هست، اما اگر این ابهام، یعنی این شخصی که اینجا وجود نداره، صحابی باشه و یک صحابی دیگه این رو نقل کرده باشه، مشکلی وجود نداره قطعا. و چون صحابی که قبل از این عبدالله ابن عمرو ابن عاص صحابی است و از پیامبر نقل کرده حدیث رو، حادثه رو نقل میکنه، اما اسم شخص رو نقل نکرده، نگفته، یا شاید متوجه نشده که چه کسی سوال کرد، چون ایشون در اون مرحله حتما جوانتر بودند و چون جوانتر هم بودند به خاطر همین در اول صدر مجلس نمی نشستند، مسلمن در پشتر قرار می گیرند، در صفهای پشتی قرار می گرفتند و می شنیدند کسی داره این سوال رو می کنه و سوال رو می شنوه، جواب پیامبر رو علیه السلام می شنوه، اما سوال کننده رو چون در صفحه اول هستند رو شو نمی بینه و این ایرادی رو در خود حدیث ایجاد نمی کنه و مشکلی وجود نداره. این مرد هر کسی باشد سوالی کرد و صحابه شنیدند و نقل کردند و ما هم در مورد سندش صحبت زیادی کردیم. سوال این بود که پرسید: ای رسول خدا علیه السلام، ای الاسلامی خیر، کدوم یک از اسلام بهتره؟ از تعالیم اسلام، از دستورات اسلام کدوم یک بهتر هست؟ بهتر یعنی خیر و نفعش بیشتر است، چون کلمه خیر رو به کار برده. و بعضی از مفسرین این حدیث، شارحین این حدیث گفتند که ای خصال الاسلام خیر، و باز هم در بعضی از روایات توضیحی میده بر این که مقصود از این خصلت‌های خیر بوده و خصال خیر هست. در مورد کلمه خود خیر، حالا قبل از اینکه به این جواب بدیم، خیر به چه معنی هست؟ خیر یعنی خصلت‌های خیر، یعنی دو معنی داره، یکی در مقابل شر قرار میگیره، یعنی نفعش همونطوری که شر ضررش بیشتر هست، خیر نفع هست. شر ضرر مردم از اون گریزانند، خیر نفع مردم خواهان اون هستند. و به همین علت یکی از معانی خیر این هست. معنی دومی که خیر می داره یعنی بهتر است، افضلتر هست، یعنی اسم تفضیل هست. حتی در قرآن کریم هم آیه‌ای از قرآن کریم این گونه می فرماید که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، در بحث اسرایی که در نزد پیامبر بودن، پیامبر گفت که خداوند فرمود به پیامبر که بگو به این اسیرانی که در دست شما هستند، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا من ما اخذ منکم. گفت که بهشون بگو اگه خداوند که آگاه بود در دل شما خیر هست، یعنی خوبی هست،
خیر بیشتری، خیر دوم رو خیرن یؤتیکم مما اخذ منکم، یؤتیکم خیرن مما اخذ منکم. این خیر دومین یعنی افضلتر، بهتر از اونی که در از شما گرفته بود بهتون داده میشد. نکنید بهتر از اون. پس هم معنی تفضیل و افضلیت داره، هم معنی خوبی در مقابل بدی، یعنی نفع عمومی که درش وجود داره. در اینجا گفت فرمود ایو الاسلامی خیر، چیه اسلام بهتره، خوبتره، منفعتش بیشتره. در واقع در لفظ یک تقدیری وجود داره و اون هم این که ایو خصال الاسلامی خیر، کدوم یک از خصلت‌های اسلام بهتر است. گویا که اختصاری در این لفظ وجود داره، به خاطر همین گونه اومده است. پیامبر جواب داد فرمود تطعم الطعام، غذا بدید. تطعم در اینجا از لحاظ اعراب خبر مبتدای محذوفی تقدیم میشه، ان تطعم الطعام، که ان موصوله حرفی است که همراه با صله خود در مصدر تأویل مصدر هستند، نتیجهش می شود ان تطعم الطعام، یعنی اطعام الطعام میشه ان تطعم الطعام. که این یک مثال عربی هست برای ذکر شده و از لحاظ اعرابی این گونه هست، مانند کلمه انت صوم خیر لکم، که انت صوم خیر لکم، صیامکم خیر لکم در تأویلش قرار میگیره. استفاده از کلمه تطعم، چرا در حدیث کلمه تطعم رو به کار برده؟ به دنبال عام بودن لفظ اطعام میباشد، زیرا اطعام خوردن، نوشیدن، چشوندن، غذا دادن، مهمان نوازی کردن، ولیمه دادن، صدقه دادن، مهم این است تطعم، مثل اطعام کردن هست، شما طعام بدید. حالا این طعام چیه؟ آیا مقصود مهمانیه؟ آیا مقصود صدقه است؟ آیا مقصود این هست که اگه فقیری اومد غذا بهش بدی؟ اگه اومد در خونت غذا بهش بدی؟ اشاره به هیچ کدوم از اینها نداره، بلکه عامتر و عمومیتر از اینها هست. یعنی شما هم میدونید حتی کفاره‌ای که میدید، در ما در داریم در کفاره مثلا روزه کسی که ماه مبارک رمضان هم بستر با همسرش میشه، یکی از کفاراش این هست که اگه تونست 30 روز روزه، 60 روز روزه میگیره پشت سر هم، اگه نتونست اطعام 60 مسکینا، اطعام 60 میگه اطعام و طعام دادن به 60 فقیر. پس اینجا طعام دادن هست، پس میتونه اون هم باشه. وقتی که تو این رو انجام میدی شامل اونم میشه که از خصال اسلام هست. یعنی از ویژگی اسلام هست، تنها تشویق اخلاقی نیست. یعنی نگاه کنیم در شرایع اومده، در جایی واجب غذا بدی. ما در جاهای دیگه نداریم، در ادیان دیگه این گونه جزء تشریع نیست، این جزء قانون نیست، اما در اسلام جزء قانونه. در مثل کفاره قسم خوردن، وقتی که کفاره قسم ذکر میشه، یا 3 روز روزه است یا 10 فقیر رو غذا میدی یا لباس، باز هم طعام جزوی از کفاره قرار میگیره. در مورد کفاره کسی که نتونست روزه بگیره به خاطر عجزی که مزمن هست، یا به خاطر پیری یا به خاطر بیماری مزمن نمیتونه روزه بگیره، باز هم اطعام هر روزی 1 مسکین رو غذا میده. اینا جزء شریعتن، تشریع از خصال اسلام هست. در این حدیث تشویق به گذشته از اون کفاره ها و از اون چیزایی که جزء چیز هست، احکام شرعی هست، تشویق به این هست که به فقرا، مستمندان، کسانی که ناتوان غذا بدید. حتی میتونه عامتر از این باشه، به حیوانی که در حال تشنگی و گرسنگی از غذا و آب بدید. این از خصال اسلام هست. به درختی که تشنه است آب بدید. این از خصال اسلام هست. در این حدیث هم نفرمود غذا بدید، یعنی غذا حتما باید خوراک پخته باشه. فرمود طعام بدید. این طعام میتونه نوشیدنی باشه، میتونه غذای پخته شده باشه، میتونه هر چیزی که رفع نیازمندی طرف مقابل رو میکنه،
این در بخش تطوعش است، یعنی اونجایی که اختیاری و تشویقی قرار میگیره. اما در جایی که مبحث کفاره ها هست، نه، اونجا مشخصه، طعام مشخص شده است که چه طعامی، قوتی که شما میخورید، غذایی که وعده غذایی که شما خودتون مصرف میکنید. این هم از محاسن اسلام هست و در اینجا تشویق به این هست که شما غذا بدید، غذا چه صدقه بدید، چه مهمان نوازی بکنید، یعنی مهمان میاد خونت ازش درست پذیرایی کنی، غذایی که خودت میخوری بدون تکلف، غذایی که میتونی در اختیار داری بدون اینکه خودت رو دچار تکلف و مشقت بکنی، این پذیرایی رو صورت میگیری و اون دارایی که خودت داری میتونی بدی، نه اینکه مبتلا بشی به اینکه تکلف زیادی به خرج بدی. هدف اصلی ایجاد الفت و ایجاد محبت بین انسان‌ها هست و بین مسلمانان هست که به وسیله این اطعام هم صورت میگیره. و همونطوری که میدونید حضرت ابراهیم وقتی که مهمان براش اومد، جاء بعجل سمین، اومد یک گوساله بسیار فربه رو آورد و تقدیم کرد و غذا برای مهماناش تهیه دید و اینها دلیل بر مهمان نوازی هست و در اونجا مهمان رو دوست داشتن و امتناع کردن مهمان از خوردن غذا برای اونها بسیار بد تفسیر می شد و از اون بسیار نگران می شدند. حتی وقتی که می بینیم حضرت ابراهیم ترسید از این که چرا مهمان ها غذا نمی خورند، آیا نیت شرری دارند، و در این عرف و عادات بسیار زیبایی که در گذشتگان وجود داشته است، مثلا این که اگر کسی غذای دیگری رو می خورد حتما به اون بدی نمی کرد، از دست اون آزار و اذیتی نمیدید. به خاطر همین میبینیم که اگر انسانی میدید شخص دیگری در فکر ضربه زدن به اون هست، سعی میکرد به شیوه اون رو وادار کنه وارد خونش بشه، غذا از غذاش بخوره، وقتی از غذاش خوش دیگه بهش خیانت نمیکنه و بهش اذیت و آزار نمیرسونه، میگه از غذای خونت خوردم دیگه از دست من در امانی. و این هم همون مردمانی هستن که ما فکر میکنیم از اونها متمدنتر شدیم، فکر میکنیم ما پیشرفته تریم از اونها، ولی اونها به مراتب در بعد اخلاقی و انسانی از انسانهای این زمانه بسیار پیشرفته تر بوده اند. همون مردمانی هم که در عصر جاهلیت زندگی میکرده اند، در بعد انسانیت، در بعد کرم و شجاعتشون از انسانهای این زمان به مراتب بیشتر بوده اند. و اما بخش دیگه حدیث فرمود و تقری السلام على من عرفت و من لم تعرف، سلام بدی به هر کسی که میشناسی و یا نمیشناسی. تقریه به لفظ فعل مضارع اومده، از قرائت، از این گفتن، این که سلام رو بگی، به زبان بگی. اگر نوشته بود لفظ دیگه‌ای به کار میرفت. بخشی از حدیث گفت على من عرفت و من لم تعرف، چه کسی که بشناسی یا نشناسی. سلام به آشنا و غریبه، سلام به بزرگ و کوچک، سلام به محدود نکنی سلام رو، سلام از روی تکبر و ظاهرسازی به فرد مشخصی صورت نگیره، بلکه به همه باشه، عمومیت داره. در یه زمانی اگه بزرگی می اومد، رئیس قبیله می اومد، سلام میکردند، اما اگر فرد عادی می اومد سلام نمی کردند. البته امروز بدتره، امروز متاسفانه این تعلیم از تعالیم اسلام کم شده در میان مردم. میبینیم یا سلام نمی کنند، فقط به کسانی سلام می کنند که میشناسند، یا به کسی سلام می کنند که در طمعی بهش دارند، طمعی به مالش، طمعی به مکانت اجتماعیش سلامش می کنند. اما اگر کسی ضعیفی اومد، انسان فقیری اومد، نه سلامش می کنند نه جواب سلامش رو می دند. در حالی که اسلام دستور داده، چرا فرمود چه شناختی چه نشناختی. آشنایی در اینجا مقصود تنها آشنایی اسم نیست، یعنی مکانت اون، جایگاه اون رو مورد توجه قرار نده. بعضی افراد مشهورن، حالا شما فرض میکنم بخشدارتون، استاندارتون، چه شما را بشناسه، چه اسمش رو بدونی، چه اسمش رو ندونی، مشخص است این شخص اینطوری است، گفتن این استاندار هست و میره سلام میکنه، بخشدار هست، مسئول هست، چون طمعی درش هست داره سلام میکنه. اسلام بهت میگه این کارو نکن، بلکه به همه سلام بده، نه اینکه به اون سلام نده، به اون هم سلام بده، به دیگران هم سلام بده، تفاوتی نکن در اینکه کرمت رو توزیع کنی،
حسناتت رو توزیع کنی. حتی این حسنات نیاز نیست که حتما باید پول و مال باشه. چون پیامبر اکرم علیه السلام حتی در نگاه کردن به اطرافیانش به عدالت توزیع میکرد. وقتی که صحبت میفرمودن به همه نگاه میکردند. وقتی که نماز میخونند بر میگشتند، یعنی رو به مردم میستادند، در اونجا هم به شیوهی میستادند که هم طرف چپ هم طرف راست پیامبر رو ببینند و به همه اونها هم نگاه میکرد و این توزیع حسنات انسان به همه باشه. وقتی که صحبت میکنی به همه نگاه کن. وقتی که اگر مجموعه‌ای در خطاب داریم، مخصوصا معلمی که سر کلاس است، کسی که داره صحبت برای دیگران میکنه، کرم نگاهت رو به همه بنداز. سلام کردنت رو به همه بنداز، یک کرم هست. یک دوستی میگفت به من، من به فلانی سلام نمی کنم چون اونم سلام نکرده، اون فقط منتظر من سلامش بکنم. چه اشکال داره؟ اگه اون منتظر سلام توست، داره از تو طلب سلام میکنه، سلامش بکن. مثل گدایی است که طلب مال میکنه، اون نیاز داره به این که سلامش بکنی، سلامش بکن که نیاز اون رو برطرف کردی، نیاز روحیش رو برطرف کردی وقتی سلامش کردی. و این دلیل برای تو کریمی و اون نیازمنده. اون کسی که سبقت، چرا میگن کسی که سبقت میگیره اول سلام میکنه اجرش بیشتره؟ و همینطور هست در واقع، نه تنها اجر قیامتش بیشتر هست، در دنیا هم دست بالا رو گرفته. اما اونی که نه، خیال کرده تکبر میکنه و سلام نمیکنه، نه، انسان اون محتاجه، اون نداره بده، یعنی در ذات خودش چیزی نداره بده. یک مستمند و نیازمندی است که در شکل ظاهر امکان داره پول تو جیبش هم زیاد باشه، اما از درون خالیه، از درون خالیه، شخصیت درونیش پوچ هست. و اما کسی که اینگونه نیست، به همه میرسه، سلام میکنه، حسناتش به دیگران میرسه، حسنات رفتاریش به دیگران میرسه، این شخص از درون پره. و سعی کنید اینگونه باشیم که هم امر پیامبر رو اطاعت کرده باشیم و همین که خودمون رو پر معنی جلوه بدیم و خودمون رو هم بارور سازیم. همین که تو داری به دیگری سلام میکنی به نفع خودت هست، خودت برداشت میکنی، ملائکه به تو سلام میدن، اجر ثواب گیرت میاد، در این حال هم احساس توانمندی میکنی. اما اینکه رسیدی به کسی اخم کردی، کنارش رد شدی، سلام نکردی، چرا؟ چون اون سلام نکرد، چون همیشه میخواد من اول سلام بکنم. اشکالی نداره، تو اول سلام بکن. هر کسی که اول سلام میکنه مقدم تر هست، پیشتر هست از اونی که میشینه منتظر میشه تا دیگران صدقه بهش بدن و صدقه سلام بهش بدن. این صدقه ای هست. پیامبر فرمود همین حرف کلمه طیبه صدقه. خب سلام اصلا یه کلمه طیبه بیشتره، تو داری صدقه میدی به دیگران. خب حدیث به ما اشاره میکنه، مخصوصا بعضی ها حدیث در سلام کردن به بزرگا فقط سلام میکنه، بچه فکر میکنه نباید به بچه ها سلام کنی، یا منتظر میشه که بچه ها به اون سلام کنند. منتظر نشو. بله درست است، اصل این هست که بچه ها رو تربیت کنیم به بزرگترها سلام بکنند، ولی بزرگتر هم نشینه همینطوری ساکت نشسته تا بچه بیاد اون رو سلام کنه. همین که تو داری سبقت میگیری در سلام کردن، یادش میدی به اون، تربیتش میکنی که اون هم سلام کنه. من نمیگم بچه های خودت فقط، در کوچه را میری چند تا از بچه ها رو میبینی، بهشون رسیدی سلامشون بکن. مهم این هست که ما فرهنگ سلام کردن رو در جامعه انتشار بدیم، زیاد کنیم. پیامبر دستور داره، از خصال ایمانه. ببین نشانه ایمان هست که سلام کن بر هر کی میشناسی و نمیشناسی، بر بزرگ و بر کوچک، بر غنی و بر فقیر، بر دارا و ندار، بر اونی که میبینی کارمند رد بالایی است، مسئولی است، بر اونی که میبینی کارمند رد پایین و کارگر ساده است، بر همه سلام کن. بر اونی که لباس قشنگ پوشیده، بر اونی که لباس کهنه و غبارآلود به تن داره، به همه سلام کن. به اونی که میشناسی که دانشمند و عاقل، به اونی که میبینی که عقلی هم
نداره، به همه سلام کن. این تعلیم اسلام است. خب برداشت حدیث رو من مختصرا میخونم که برداشت اولمون این فضیلت غذا دادن در اسلام و تشویق به اون یکی از برداشت این حدیث است که و نشانه جود، کرم، بخشندگی و خود این از مکارم اخلاق هست و موجب میشه انسان نفع زیادی رو به جامعه برسونه، نیازمندان نیازشون رفع بشه و رابطه محبت و مودت رو بین افراد جامعه بیشتر میکنه. برداشت دوم افشای سلام، یعنی منتشر کردن سلام، یعنی سلام زیاد دادن، افشا آشکار کردن سلام، از سنت های پیامبر هست و از بهترین شعائر اسلام هست که دلالت بر تواضع و فروتنی و باعث تقویت روابط اجتماعی و برداشت شدن کینه و کدورت و بغضایی است که در دل مردم وجود داره. به مجرد اینکه سلام کردی، درودی فرستادی، این کدورت ها برطرف می شود. و اما برداشت سوم، تشویق به عموم مردم رو تشویق کردن به اینکه سلام بدید، تنها فرد عموم مردم این رو برداشته باشن که باعث میشه و اصلا سلام ندادن از نشانه های کبر، غرور و برتری طلبی هست و استکبار کردن و تکبر ورزیدن است. اما چهارمین، حرص بر آنچه که باعث پیوند قلوب انسان ها می شود، محبت و مودت رو زیاد می کند، انسان مؤمن باید بر اون حریص باشه. ما این گونه به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.